خبر جالب، خیلی دوست دارن در این شب روز که اندامای زیبا داشته باشه. یک اندام خوب ساخته میشه، زاده نمیشه. و امیدوارم که شما هم از کلمن دیده باشین و بدن زیبا داشته باشین. مهمان گرامی هم داریم و آخرین خبر هم از تنیس میخوایم تقدیمتون بکنم. همکارای تکنیکی هم تلاش دارن که قهرمان آسیا محسن رضایی را با ما وصل بسازن از طریق خط اسکایپ، که خوشبختانه بگم پیش از اینکه من خبر اخیر تقدیم بکنم، اما میخوایم بریم به طرف قهرمان آسیا محسن رضایی که در وزن 58 کیلوگرم از قاره آسیا که در لبنان برگزار شده بود مدال طلا را کسب کرد. سلام رضایی، صبح بخیر. سلام، صبح شما هم بخیر و صبح تمام بینندگان عزیزتونم همچنان. خوشبخت هستم این باشه، امیدوارم که روزت من باشید. سپاسگزار. خوشبخت هستیم که این صبح زیبا را بخش ورزش صبح زندگی با مدال طلای خودت طلایی ساختیم. بازم قهرمانیت مبارک. تشکر، تشکر. سلامت باشید. امیدوارم که مردم از این قهرمانی خوش شده باشن و ما وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده باشیم. واقعا زحمات شما، تلاش های شما، مربیای شما و کسایی که در رأس فدراسیون تکواندو بودن جبران کردن. خب بیاین از مسابقات بگین. حریف هایی که در مقابل خودت قرار گرفته بودن، رقابت کردن. ما خوشبخت به این هستیم که دو حریف سرسخت که با افغانستان البته همسایه هم است، حریف هم است در دو بود. میگیم بود ورزشیشه. اونا رو شکست دادی. میخوایم بیشتر بدانیم بفهمیم. خب طوری که شما هم در جریان هستید، فاینال ما که بازیکن کوریایی مسابقه دادیم، اینا مهد تکواندو جهان هستن و همچنان طبق گفتهای خودتان ایران یکی از قطبهای قوی دنیا در تکواندو هستش و همیشه در سکوی اول یا دوم جهانی قرار گرفتن و تانستیم که باز هم شکستشان بدیم و افغانستان توانست بره اولین بار روی سکوی قهرمانی آسیا ساچه و سرود ملی در ساسی و نوستش. و حریف اول هم از کشور کویت بودن که اونا رو به اختلاف بالا بردیم و بعد از او کشور چین تایپه هم کشور قدرتمند در بخش تکواندو است و بعد از او با کشور پاکستان. و خیلی خوشحال هستم که توانستم این حریف‌ها را شکست بدم. بله، ما هم افتخار کردیم، هم افغانستان بالای خودت میباله. محسن اگر موافق باشید تصویر از جریان مسابقه، نه از جریانی که رفتین به سکوی قهرمانی ببینیم. خب تصویر ما با محسن رضایی قطع از همین لحظه. میریم ویدئوی جالب دیدنی را از محسن رضایی میبینیم که هم گریه میکنه. این گریه گریه خوشی هست. نه تنها محسن گریه کرده، هم افغانایی که دوستش داشت گریه کردن. گریه یعنی هشت که خوشی هست. میبینیم قهرمانی محسن. خب این لحظه هم ویدئوی که محسن رضایی هشت که خوشی میرزه، مربیش هم بشیر ترکی و او را دلداری میده که تو قهرمان این دور مسابقات مدال طلا را به نفع افغانستان کسب کردی. افتخار ما هست و این واقعا جای خوشبختی است و در سکوی قهرمانی که محسن رضایی در کنارش عریف سرسختشون از کوریا، از ایران و پاکستان. محسن چرا گریه می کردی؟ محسن؟ خب فکر میکنم مشکل اینترنت هست. امیدوارم هرچی زودتر این مشکل هم برطرف شود و محسن رضایی شما هم تصویرش هم میبینین. افتخار است، پرچم سه رنگ زیبای افغانستان بر شانه های محسن رضایی و این هم مدال طلایی که به گردنش است و کسایی که در کنارش است، حریف پاکستان، حریف ایران، حریف کوریا. این ورزشکارای ایران و کوریا واقعا در تکواندو همیشه گپ اول زدن، همیشه تلاش کردن و همیشه قهرمانی داشتن و ما امروز خوشبخت هستیم که ویدئوی محسن رضایی رو ببینیم که قهرمانه و این هم سرود ملی کشور ما نواخته میشه برای محسن رضایی. امیدوارم که محسن رضایی تماسش برقرار شود و ما بتونیم بیشتر صحبت‌ها رو با محسن رضایی داشته باشیم در رابطه با اشک خوشیش هم که چرا این جمع‌وزم ورزشی که هزارها
بله، زمانی که سرود ملی افغانستان در هر گوشه و کنار که نواخته میشه، احساس غرور، احساس میکنی که قوی ترین مرد دنیا هستی و محسن رضایی هم بر ما قوی ترین مرد دنیا هست. محسن رضایی، امیدوارم که روزهای خوب در پیش روی داشته باشی. خواستم پیشتر هم اشاره کردم در رابطه بریختن اشکتان، اون جای خوش بودن بود، جای افتخار بود. میخوایم دلیل گریه‌ت بدانیم که یک بارگی چطور گریه آمد. جریان ما قبل از رفتن به سکوی مسابقات بود. بله، خب فکر میکنم محسن هم اگه دوست داره در تلفنش تماس میگیره. محسن جان امو گپ هست؟ نه من چیم به خدا یک سنه تصویر رفت. محسن جان فکر میکنم امروز سفر هم دارین، میریم بخیر طرف خانواده. خب رفتن به سیکو، احساسات زمانی که سرود ملی افغانستان نواخته میشه، در جمع هم قطارایت میباشی، بودی، اون لحظه را میخواییم بیشتر بدانیم بفهمیم. متوجه سوالتان نشدم، ببخشید. محسن عزیز، گفتم لحظاتی که به قهرمانی رسیدی، در کنار هم قطارایت بودی، هم تیمیایت بودی و احساسات را میخواییم بیشتر بدانیم. باز هم با مشکل مواجه شد اینترنت محسن رضایی. محسن رضایی امروز هم سفر داره و امیدوارم دوستایی که بر محسن رضایی همین لحظه میخواین تماس بگیرن، لطفا تماس نگیرین، بانین که چند لحظه محسن صحبت بکنه، درد دل بکنه در رابطه با قهرمانی خود، در رابطه با مسابقات خود بیشتر اشاره بکنه که ما هم بدانیم، شما هم چنان از طریق تلویزیون جهانی آریانا بیننده باشین و با محسن یک چند لحظه صحبت نکنین. محسن عزیز، محسن رضایی که مدال طلا را به نفع افغانستان کسب کرد و خوشبختانه بگویم سایر تکواندوکارهای دیگه هم که در این مسابقات حضور داشتن مدال‌هایی را کسب کردند، به افتخار افغانستان و به افتخار جامعه ورزشی افغانستان هستند. آقای رضایی صدای ما داری؟ بله صدایتان دارم. خب شکست دادن حریفا چقدر چی میگن احساس خوشبختی را برات پیش میکرد؟ خب معمولا بازی فاینال یکی از اساس‌ترین و مهمترین بازی هاست در هر مسابقه و اگر بازی فاینال الان بتونه شکست بده بسیار خوش میشه و من توانستم که در فاینال عارف کوریه رو شکست بدیم و دور افتخار بزنم با بیرق افغانستان و بسیار خوش شده بودم همون لحظه و یک احساسی بود که نمیشه آدم وصفش کنه و بسیار جای افتخار بود که توانستم که بله. آقای رضایی، زمانی که شما تست کرونا دادین و به مسابقات المپیک را پیدا نکردین خیلی مایوس و ناراحت بودین. میخواییم او را بیشتر بفهمیم. همونطور که شما گفتین ما در اردن بودیم و تست کرونا مثبت شد و 14 روز ما قرنطین بودیم در اتاق. خب مشکلات اینترنتی محسن جان. 14 روز بعدش باز ما نظام شدیم برای جان میشنم صدایتانم. خیلی خوب، ما خوشبخت هستیم. میخواییم پاسخ سوال تانم. بله ادامه بتیم. بعد از 14 روز که ما قرنطین بودیم در اردن، 10 روز بعد از اون ما باز ایزام شدیم برای مسابقات آسیایی که خوشبختانه نه کرونا نه کدام مسئله دیگه نتونه جلوی عزم اراده ما رو بگیره و ما با یک روحیه بسیار خوب و عالی در کشور لبنان ایزام شدیم و توانستیم که افتخار آفرینای خوبی را در هر بخش از تکواندو، چی در بخش پارالمپیک پارا تکواندو، چی در بخش پومسه و چی در بخشی که ما هستیم در بخش مبارزه افتخار کسب کنیم. کاروان ورزشی که با شما بود فکر میکنم همه با روحیه گرفتن و روحیه دادن شما همگی دست به مدال یعنی پیدا کردن و خوشبختانه مدال های نقره برنز گرفتن. میشه از کاروان ورزشی بگین از امکاناتی که اونجا براتون فراهم بود، امکانات تمرینی ورزشیتون اینجا از چی قرار بود، چقدر راضی بودین؟ خب متاسفانه در افغانستان مشکلات خاص خودش همیشه داره و ما امکانات آنچنان نداریم نسبت به بقیه کشورها و بقیه همسایه‌ها، ولی خب مجبور هستیم که با همین شرایط بسازیم و تمرینات خود در همین جا ادامه بدیم، ولی خب در اونجا خب میریم باز کل امکانات در اونجا فراهم است و ما هیچ مشکلی نداریم، هتل ما هست، جای خواب و خوراک ما هست و اونا را مصارفش را دولت میدن، کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی و خدا رو شکر در اونجا مشکلی نداریم که از این بابت و ما اونجا میریم و فکر و
ذکرمانی است که در بتانیم بهترین دستاورده ده که ممکن است بیاریم و این مصرف و این هزینه ای که برای تیم های ملی می شود اینا به جا مصرف نشود. محسن، شما در کشور همسایه ایران زندگی میکنین، زندگی اونجا چگونه پیش میره؟ آیا امکانات تمرینی اونجا هم خوب است براتون؟ ما در شهر مشهد هستیم، در منطقه گلشهر. اونجا یک منطقه مهاجرنشین است و امکانات اونجا هم ما زیاد امکانات متفاوت نداریم. هم چیزی که در اینجا است ما در اونجا هم داریم. ولی خب باز ما یک تفاوتی که دارم با دیگر بازیکن‌های تیم ملی این است که ما در یک از قوی‌ترین لیگ‌های دنیا مسابقه میدم، در لیگ برتری که در کشور ایران برگزار میشه و برای یک تیم باشگاهی من مسابقه میدم و قرارداد میبندیم و یک مبلغ برای ما تعیین میکنن و ما برایش هم مسابقه میدیم. و از اونجا که مسابقه باشگاهی شد، هر وقت که تیم ملی خواست ما را، ما ملحق میشیم برای تیم ملی. بسیار خوب. آقای رضایی، که دوباره شما برمیگردین به ایران میرین، برخورد ایرانی ها چگونه خواهد بود؟ شما چون یک بار دیگه ما هم شاهد بودیم که نثار احمد باهاوی توانست حریف ایرانی را شکست بده و خوشبختانه بگویم این بار شما توانستین حریف ایرانی را شکست بدین. زمانی که به ایران میرین، خود طبعا چهره شما آشناست، کلگی میدونن که شما حریف از کشور ایران که جایی که زندگی هم میکنین شکست دادین. چی فکر میکنین برخوردش؟ آیا ترس احراس دیگه چیزی نیست؟ فکر میکنم خب تا امیالی که ما در اونجا بودیم خوشبختانه هیچ مشکل بله نبود. تماس ما با محسن رضایی قطع وصل میشه. امیدوارم که کم خوبتر شد اینترنت که درست صدای محسن رضایی رو بشنویم. آقای رضایی، صدای من میاد؟ بله بله بله، صدای شما هم کاملا درست شد، بفرمایید. می گفتم که خوشبختانه تا همین لحظه هیچ مشکلی نبوده بین ما. خب حالا شهر مشهد میگم، دیگه شهرهاش زیاد من اطلاعی ندارم و همیشه خوش برخورد بودن و ما هم همیشه خوش برخورد بودیم با اونا و هیچ مشکلی نداریم. از این بعد هم انشالله هیچ مشکلی نداشته باشیم. حالا خب ورزش هست، برد باخت هست، شاید یک دفعه ما ببریم اونا را، شاید یک دفعه اونا ما رو ببرن. ورزش است و نباید ورزش در مسائل شخصی و سیاسی وارد کنیم. دقیقاً، نکته خیلی خوب را اشاره کردین. اخلاق ورزشکارا یا ورزش همینه هست. سپاسگزار هستم از اینکه باعث که آماده سفر هم دارین، میرین بخیر به طرف سفر. با امید پیروزی های بعدیتان هستیم آقای محسن رضایی. تشکر از لطف شما و ببخشید که کم اینترنت قطع. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.